دوستای عزیز، مهمان ما رمضان بشردوست. تنها رحمانی نه، متاسفانه کاش که تنها رحمانی می بود، با هزاران رحمانی از هر قوم و مذهب و تنظیم و زبان و منطقه و ولایت 3 تریلیون آمریکا تنها دزدی شده. بشردو صاحب، چوکی ها فروخته می شد یک زمان کاملا و چوکی ها نرخ داشتن. آقای حامد کرزی چندین چوکی رو به من پیشنهاد کرد، اما من گفتم که رد کردم به خاطر که کار نمی شد. در این حکومت چرا نمیخواین کار بکنین؟ نامش با ABC شروع میشود، اونا ماندن، اینا رسیدن به ر و رحمانی رو گرفتن. چرا الف و ب و ای چیزا رو تان را چی نکردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. سلام هموطنان عزیز، بینندگان خوب چینل افغان پرو. مثل همیشه موین مهرزای در خدمت شما با گزارش ویژه. البته در این برنامه ما یک مهمانم دارم. مهمان ما کسی است که تمام عمر خوده صرف خدمت به همین ملت رنج دیده کرده، در حکومت کار کرده، ولی سایر کسایی که کار میکردن بودیگارد داشتن و موقف داشتن، از اونا هیچگاه استفاده نکردن. کسی است که صدای مردم بوده، همیشه کوشش کرده که واقعیت‌های جامعه را با گوش حکومت برسانه، حکومت را متوجه بسازه که اینی کارت اشتباه است و این کارت درست است. بله دوستای عزیز، مهمان ما رمضان بشردوست، نماینده پیشین مردم در پارلمان مهمان ما است که دقیقا فکر بکنم که رسیدم و با مو موتر زره خودش که میگن زره ما، این همین موتر است که میاید. اون موترک خورترکی که داره قلبای مردم را برده. میریم دوستای عزیز، بیشتر صحبت ها را همراهی بشر دوست میداشته باشیم. علیکم سلام، خوش آمدین، خوب هستین فامیل دوستا. بشر دوست، من انتظار داشتم که یک لند کروزر بیه با چندین بودیگارد، اما من ندیدم. اگر لند کروزر می بود و چندین بادیگارد می بود، فعلا در اینجا نمی بودیم. یا در ترکیه چکر می زدیم، یا در فرانسه، یا در تهران، یا در استرالیا، یا در کانادا و آمریکا و روسیه و نمیدونم کشورهای دیگر. از یک طرف، و از طرف دیگر من فکر می کنم که هیچ وجدان از دید من، هیچ وجدان و حتی از دید من خداوند جل جلاله هم اجازه نمیدهد که ما در کشوری که مردمش گرسنه است، در کشوری که مردمش زمستان فعلا است، تعداد زیادش خانه هایشان سرد است، یتیم بیوه اثر ما میلرزه، در کشوری که متقاعدینش وسایل خانه خود میفروشند تا نان خشک پیدا کنند، ما در چنین کشوری از پول این ملت گرسنه لاند کروزر شویم، در حالی که خود را یک انسان و یک مسلمان و یک افغان هم قلمداد کنیم. وقتی من وزیر پلان شدم، پیش از اینکه بگوین در مورد ازو بشردوست صاحب، سلام و کلام همراه هموطنان عزیز خود داشته باشیم که گله نکنن. ما را امتد ناخبر چی کردین که کاملا بینندگان را فراموش کردیم. به نام حق و به یاد هموطنان عزیز ما که با هزاران مشکلات متاسفانه دست و پنجه نرم می کند، علاوه بر گرسنگی تعداد هموطنان، سرما هم افزوده شد متاسفانه. و سلام گرم به تمام بینندگان چنل یوتیوب شما. بسیار خوشحال هستم که باز از طریق شما با هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشورم کلام میشه. باشه، بر دوستان نشان بدهیم. این دیگه مزه داره نه؟ فکر بکنم از چوکی پاچاییم خوب است. متون در چنین کشور فکر نمی کنم
چوکی های لکس و $1,000 بازم نمیده چون از پول زنا خریده میشه. بشردو صاحب، چوکی ها فروخته میشد یک زمان کاملا و چوکی ها نرخ داشتن کاملا. در مورد از اینا بر ما بگوین که چه رقمی بود حسابش؟ چوکی های بسیار بالا چون درآمد زام بودن فروخته میشد و یکی از فروشگاه بسیار مشهور و مهم که در تاریخ یک لکه ننگ برای افغانستان است هم پارلمان افغانستان بود، بخصوص ولسی جرگه، سنا نقش نداشت چون از سنا کاندید وزرا رای نمی گرفتن، مقامات اصلی دولتی رای نمی گرفتن، اما از وکلا مجبور بودن رای بگیرن. بدون رای وکلا چوکی نیست دیگه، چوکی تلایی این خوب به لیاقت و به کار و کسبش از نشسته به او چوکی تلایی که در آمد زاب بود نشستن نمیتونستن و تقریبا حتی متاسفانه در تشنابها پول داده میشد. در بعد نزدیک تالار و میسه چار دفتر اختصاص یافته بود و دادن پول که بعض در آخر چون سرصدا زیاد شد این دفاتی را بستن و خوشبختانه است که هیچ کاندید وزیر رای من گرفته نتونست و قانونی صاحب ابراهیمی و رحمانی بعض وقت با من میگوید بشردوس کل کاندیدا که میاد با ما صحبت میکند اولین سوالش است که چگونه رای بشردوس بگیریم. بعضش یک خاطری خوبم در یادم است، در ریاست پنج دفتر وکلا بود، معمولا وکلا بسیار کم می آمد اما زمان کمپینی و کاندید وزرا می آمدن و این کاندید وزرا می آمد در ریاست پنج قبلی علاقه پارلمان در دفتر وکلا. بعد یه وزیر صحت عامه قبلی هر جای باشد نانش گرم باشد آبی سرد، موتر من او زمان استیکر بیرق افغانستان بود پایین دیده بود، آمد پرسان کرده بود که دفتر بشردوست در کجاست، طبقه چار دفتر من بود، آمد دروازه رسد، من دروازه را باز کردم، ایران ماندم، سلام علیکی کردیم، گفت با من گفت که بشردوست وکیل سه اجازه است داخل شویم، گفتم نه اجازه نیست، گفت چرا؟ گفتم به خاطر که شما برای کمپین آمدین و قانون اجازه نمیدهد که شما کمپین کنین، قانون به ما به شما و به ما این اجازه را دادن که در روزی که پارلمان جلسه داره شما میایین پروگرام و برنامه خود توضیح میکنین، تشریح میکنین، بعد وکلا اگر سوال داشت سوالش جواب میدین، این که دفتر به دفتر میروین کمپین میکنین این غیر قانونی است. بعد با من گفت خب بشردوسم یک چای هم با ما نمیدی؟ گفتم چای برای شما میدهم به شرط این که یک کلمه از سیاست از رای صحبت نشوه. آمدن چای گرفتن، وقتی بر آمد با من گفت که بشردوسم با من رای اگر بدهی، من گفتم که رای من نمیدهم به خاطر که شرایطش نداری اما شما رای میگیرید. گفت از کجا؟ نگفتن پیسه میتمتان؟ نه ایو جرات نکردن. گفتن گفت با من گفت از کجا اینقدر مطمئن هستی که من رای میارم؟ گفتم به خاطر که شما مشاوری سفارت آمریکا بودین، مشاوری سفارت انگلستان بودین و از دوستان پنشیر هستین که به نام پنشیریا قدرت از مردم اصلی پنشیر هم شما گرفتین، من مطمئن هستم که شما رای میارین. گفت که با من گفت که بشردوسم در این صورت اگر من وزیر شوم خوب است که با من بعضی مشوره خوب بدهید که خدمت کنیم. بعد من گفتم که وقتی وزیر شوی اگر من مشوره بدهم اگر الفش عملی کنی همان روز منفک میشی. تعجب کرد، گفت چطور؟ یعنی چی؟ گفتم ظفرالدین ظفر اگه اشتباه نکنم نامش، دقیق یادم نیست، گفتم شما را که وزیر می سازن و شما که وزیر می شوین برای خدمت نیست و این را خودت هم می دانی، به خاطر که اگر برای خدمت می بود یک بچه پنشیری را وزیر کاندید وزیر تعیین می کرد که در طب دکترا داشته باشد، در وزارت صحت عامه یک ده 20 سال کار کرده باشد که تمامی پیچ و خم وزارت بفهمه بدانه تجربه کاری داشته باشد، چیزی که قانون اساسی در واقع به صورت واضح در ماده 118 آمده بود کاندید وزیر باید تحصیلات عالی داشته باشد، تجربه کاری داشته باشد و شهرت نیک داشته باشد.
تابعیت افغانستان داشته باشه و من گفتم در این صورت شما شرایطی کدام شرایطش ندارین و اگر واقعا حکومت و خارجی ها میخواست که وزیر خدمتگار باشه درست است از بچه از پنشیر از تاجیک ما یک پنشیری را می آورد یک تاجیک را می آورد دقیقا که دکترا طب داره وزارت صحت عامه کار کرده مردم افغانستان میشناسد دستش به خون مردم آلوده نیست شهرت نیک دارن گفتم هیچ کدام شما ندارین و بعد گفتم تجربه ای که من خودم در عمل دیدم که بیش از 9 ماه من نتونستم در وزارت پلان بمانم بیست عزیز از این که وقت دادین البته ما تشنه دیدارت بودیم افتخاری مستیم مطمئنم که مثل ما سایر کسایی که در افغانستان زندگی میکنن یا هم در خارج هستن دنبال کسایی هستن که خدمت کردن میگن خب چه شدن اونمو کسایی که خدمت کردن بالاخره دیگه از این بر ما بگوین بشردوست صاحب که مصروف چی کارها هستین و شما کسی هستین که صدا بلند کردین همیشه هنوز هم صداها هست یا خاموش شده؟ صداها است بخاطر که از دو مایک فعلا یک مایک در اختیار ماست که مایک رسانه هاست مایک تلویزیون و رادیو و یوتیوبر ها و خوشبختانه تعداد یوتیوبر های فعال در امارت بسیار زیاد شدن و اینها تانستن صدای ما را در چهار کنج افغانستان و دنیا برسانند مایک پارلمان بود که مایک پارلمان فعلا در اختیار من نیست و فقط مایک رسانه هاست که تا جایی که توان ماست عقیده ماست که در دین ما گفتن حق جهاد اکبر است و ما در دنیای دیگر به جواب نبانیم من بندازم که سواب در دنیای دیگر به جواب نبانیم و حداقل به اندازه توان و وس خود باید تلاش کنیم تا حق بگوییم چون کار اجرایی فعلا در اختیار ما نیست و دیگر در طی 13 سال است که افغان ها کمک روان میکنند قطره قطره افغان های عادی که در خارج کار میکنند در کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و کانادا و بیشتر در این کشورها اینها هم زمانی شروع به ارسال کمک کردند که در رسانه ها شنیدن که وزیر پلان کشور را خرج دسترخوان و ماش خود را به مردم توزیع میکنه و کارمندان و اجران وزارت رستوران درست کرده مجانی نان میدهد بهترین نان در آن زمان پلاو چلاو چاشت بود گوشت بود نوشابه بود از طرف ما مجانی اولین وزیر شاید در تاریخ دنیا من تاریخ دنیا رو کلش نخوندم اما تا جایی که خواندیم شاید اولین وزیر باشد که در دنیا در افغانستان ماش و خرج دسترخوان خودت 100% اختصاص داده بود به کارمندانش بشار دوست صاحب چرا میخواستین این کار را بکنین؟ در صورتی که اونا هم کارمند بودن اونا هم ماش داشتن اونا هم طبعاً که حکومت در نظر داشتن به خاطر غذا و یاش چرا این کار را میکردین؟ خواست خداوند بود در تصمیم داریم که خاطرات هم نوشته کنیم شاید بتانه یک شیوه جدید حکومت داری یک راه نو در افغانستان و شاید در دنیا باز کنه بخاطر که وقتی من وزیر پلان شدم چاش درگ نان میخوردم ساعتی 12 از دفتر بیرون میشدم ساعتی 12 از دفتر که بیرون میشدم در حیات وزارت پلان در محوطه حیات وزارت پلان بعضی کارمندا و اجران میدم که دست خود در جیب خود میکنن میکشن ایرا در دان خود میگیرن میبرن من بسیار تلاش کردم دو سه روز که ببینم چی هست متاها نتونستم ببینم رئیس اداره مالی رو خواستم موضوع مطرح کردم با من گفت وزیر صاحب اینا فقیرترین مردم است که پولی اندوالی را به اصطلاح ندارن پولی که اگر همبرگر بگیرن از بازار یک چیپس بگیرن ندارن از خانه نان خشک میارن در جیبشان است و این را چاشت میخونن اما سعی میکنن که کس نبینه تا یک نوع احساسی توهین به اصطلاح نشود و
کارمندای دیگر گفتم چی میکنن؟ گفت کارمندای دیگر کسان که ماشان کمی خوبتر است ده افغانی هر روز جمع میکنن، بعد اندوالی میندازن، یک روز قرمه کچالوس، یک روز لوبیاست و یک روز پیاوی چیز دیگر. اما این طبقه طبقه است که دفغانی را میگوید ایره یک نان دخانی خود ببریم به جایی که ما چاشت در اینجا دندوالی مصرف کنیم. من وقتی نان خوردم در ارگ گفتم رئیس به میبینم، با آقای حمید کرزی بسیار نزدیک بودیم و هیچ وقت خواستی که من ازش میکردم که ببینم موضوع رو تشریح کنم رد نکرد، متهم به تدریج به خواستهای من جواب رد میداد. بخصوص در اوائل هم متاسفانه وقتی من رفتم با من گفت که موضوع چی است، من همین داستان قصه کردم که کارمندان وزارت پلان اتحاد که وضع ماش یکمی خوب است، پیاوی کچالو درست میکنن به عنوان مثال، و تعداد که این توان هم ندارن اینا نان خشک از خانه میارن چاشت میخورن. حتی گفتم کسای این وزارت پلان تنها نیست، کل وزارت خانه در به همین طور است. این کسایی که پیاوی کچالو درست میکنم ای از دونیم صبح و بعد دفتر تبدیل به آشپزخانه میشه، چون یک کارمند پیاز خرد میکنه، یکی بانجان میاره میخره، یکی کچالو به اصطلاح پوست میکنه و یکی ایره ددیگ چی میکنه. گفتم اداره نیست، اداره آشپزخانه است، کارمندامش مشغولی چیست از مجبوری دیگه کارمند. از مجبوری 100%. رئیس با من گفت چی کنیم؟ گفتم رئیس نان بدی بریش. تعجب کرد با من، گفت دست یعنی چی نان بدی؟ گفتم رئیس رستوران رو فعال کن بری برایشان. با من گفت از کجا؟ از کدام پیسه؟ گفتم از همین پیسه لان کروزرا، از همین ماش لکی که به وزرا داده می شود، از همین خرچ دسترخانی تقریبا 72,000 افغانی خرچ دسترخانی وزیر بود از معین و از امثال هم که بگذاریم 72,000 کاملا. با من گفت که یک وقت در نید در یک ماه دید خرچ دسترخانش. با من گفت که امکان ندارم. من گفتم من این کار میکنم. طرف من نگاه کرد گفت شوخی که نمی کنی؟ گفتم نه. با من گفت یعنی ما شو خرج دسترخان خود برایشان نان درست میکنی؟ گفتم بله. بعد با من گفت من یک توصیه میکنم که سعی کنی کار نکنی، اگر کردی برای همیشه، به خاطر که یک ماه اگر نان بدهی ماه دوم نان ندهی در بلا میمانی به اصطلاح عامه. من گفتم من درخواست نوشته میکنم به وزارت مالیه که هر ماه ماش و خرج دسترخان منم مستقیم به ریاست مالی و اداری وزارت روان کنن تا اینها نان بدهد. وقتی مامورت گرسنه باشد او ما این مامور رشوت میگیرد، ولو اینکه بگویی که امروز دوزخ میری، ولو این که مطمئن شود که مجازات هم میبینن. گفتم دولت باید دست نوازش بالای کارمندانش بکشد تا کارمندان دست نوازش بالای ملت بکشد. و خوشبختانه ما در چیش ما به اسلام چیز کشت کرده بودیم، من درام کردم شدم. سلامت باشین بشر دوست های بزی که خدمت کردین. خب امور رقم که گفتین کسایی که خدمت میکنن فقط یگانه چیزی که به دست میارن دعای مردم است. دعای مردم بزرگترین سرمایه است اگر کسی در تلاشش باشه. اگر در تلاش پول باشه خب طبعا هم از دعای مردم هم میمانه، در پلوی از او یک مریضی هم دچار میشن که علاجش هرچی بگردن پیدا نمیکنن. وزارت خارجه امریکا نامی را نشر کرد که میر رحمان رحمانی و پسرش تحریم شدن به خاطر پولایی که داشتن، و در مورد از این که اونا چگونه این پول را به دست آوردن و چگونه در بین مردم خود را جا دادن از شما میشنویم. تا جایی که من بعضی عکس العمل ها را نشان دیدم، متاسفانه بعضی عکس العمل ها از دید من جنبه قومی برش داده می شود، جنبه تنظیمی داده می شود، جنبه منطقوی داده می شود. کسی که محکومی، کسی که از این تصمیم آمریکا استقبال می کنم به خاطر که امو ترازوی عدالت نمی بیند، و کسی که این تصمیم آمریکا رو محکوم می کنه هم ترازوی عدالت نمی بیند، فقط بر اساس
چیزای جانبی قضاوت میکنن. من خودم به یقین دستم که تصمیم بسیار خوب است، تصمیم بسیار نیک است، متها سوالای بسیار عمده و اساسی میماند که حل نیاز به حل است و تا هنوز حل نشده. اولین سوالی که مطرح میشود، چرا از آر شروع کرد؟ چرا از ری شروع کرد؟ از آر چرا شروع کرد در حالی که ای بی سی بسیار چیزهای مانده، یعنی بسیار شخصیت ها شرکت هاییست که با نامش با ای بی سی شروع می شود، اونا ماندن، اینا رسیدن به ر و رحمانی رو گرفتن، چرا الف و ب و ای چیزها رو تان را چی نکردن. دوم موضوعی که مطرح می شد، آقای رحمانی چی گونه پولی افغانستان و پولی آمریکایی را اینا می گویند دزدی کرد، چی گونه آقای رحمانی؟ خب ما ایره ندیدیم که مسلح و با کلاشنکوف و وارد شده باشد در دفتر و پول گرفته باشد، در جیب خود انداخته باشد. و اگر این کارم کرده باشم، و دفتر را که باز کرد، اما دروازه را که باز کرد، آقای رحمانی اگر دزدی کرده، که در این شک نیست که تنها رحمانی نه، متاسفانه کاش که تنها رحمانی می بود، با هزاران رحمانی از هر قوم و مذهب و تنظیم و زبان و منطقه و ولایت، 3 تریلیون آمریکا تنها دزدی شده. از ژاپن و اروپا اینا را بگذاریم که با نصف از این اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شده بود. بنابراین دیگه یک دزد است افغانستان بود و هست، دیگه که اینا به میلیون ها دزدی کرد از هر قوم و مذهب و زبان و تنظیم، دیگه جای تردید نیست. اما کدام آمریکایی‌ها دهن جواله با اینا گرفت؟ کدام مقاماتشان زمینه را مساعد کرد؟ و آن آمریکایی چقدر خودش در جیب خود انداخت؟ چون فکر میکنم اگر $100 برای هنون چی $100 با آقای رحمانی داده باشه که دزدی کنه در جیب خود بندازه، $1,000 خودش گرفته بدون تردید، یا $10,000. امیدوار هستم که نه تنهای محدود شود با آقای رحمانی، نه تنهای محدود شود با آمریکایی ها، با افغان ها، بلکه ای به توسعه پیدا کند تمام دزدان داخلی و خارجی که پول مالادنده آمریکا را دزدی کردن. و در آن زمان ما میگفتیم، در آن زمان هم در رسانه ها ما همیشه مطرح کردیم، با در وزارت پلان با مقاماتی که با ما دیدن میکردن مطرح کردیم، حتی در پارلمان. خب بخاطر می حرفا بود که رحمانی و ابراهیمی و قانونی ما را میکشیدن، مایک قطع میکردن، چون حرفای حق در اونجا گفته میشد. در آن زمان کی بود عامیان اینها؟ چرا مقامات آمریکایی در سطح بسیار بالا که خبر بودن؟ یک بعضی وقتا یک چیز بسیار جالب است که من در تجربه ایر متوجه شدم، اروپایی ها غربی های خاصت دارن که بسیار منافق هستن. وقتی که با یک وزیر ملاقات میکنن، با یک معین ملاقات میکنن، یک دو سه تا سکرتر میارن، اونا رو وظیفه میدن که شما به اصطلاح وانمود کنید که کلمه به کلمه حرف وزیر رو یادداشت میکنید، و خود این سفیرشان یا معاون سفیرشان یا نمیدونم نمایندهشان هم بسیار با دقت میشنوه. من با من که ملاقات داشتنم در اوایل، من که صحبت میکردم عین میچیره میکردم. بعد یک روز من با خود فکر کردم که خب آقای بشر دوست، خودت آیا امکانات و وسایل استخباراتی قوی در اختیار داری که معلومات بهتر و بیشتر از اینا داشته باشی؟ آلی سفیر آمریکا یا نمیدونم انگلستان میفهمه که در فلان قریه افغانستان چند تا به اصطلاح خانه دور دی وجود داره و کی زندگی میکنه. وقتی خودت با اینا بعضی مسائل مطرح میکنی، اینها در دل خود حتما خود گفت که چقدر احمق است. ای از الف صحبت میکنه در حالی که ما یایش هم میدانیم، ما نونش هم میدانیم. بعد از این مسئله، وقتی که اینا میامدن که ما ملاقات داریم، میخوایم ببینیم شما، حرفای شما رو بشنویم، صحبت که شروع میکردیم، من میگفتم اول شما بگوین، که بخاطر که میگفتن ما این کشور خودتان است، شما بهتر از ما میفهمین، شما بیشتر مسئله را میبینین. من میگفتم نه، شما معتقد هستم که از همه گنجش که پر میزند در کشور، شما میفهمین که رنگش چی گونه است و چند پر و بال دارد. بنابراین من به یقین هستم که خدا کند،
خدا کند که سیستم قضایی آمریکا که ایدا استقلال دارد و من مطمئن نیستم که داشته باشد آنطور که لازم است، اگر واقعا اینها سیستم قضاییشان دقیق کار کند، من بسنده. فکر میکنم که حتی شاید بوش بعد از او اوباما، بعد از او جو ترامپ، بعد از او جو بایدن، شاید کل زنا به جرمی سوء استفاده و اختلاس و شریک دوست بودن افغان ها اینا شاید در زندان برون. بخیر و سلامت باشین. در این حکومت چرا نمیخواین کار بکنین؟ مثل که در جمهوریت من بیش از 9 ماه کار نکردم، به خاطر که تصامیمی که واقعا به نفع ملی باشد، مثلا نمونه بسیار سادهش که من 2355 اینجور منحل کردم، آقای امید کرزی من را خواست، وقتی جمعه من گفتم لالندن هستم نمیشود، شنبه وقتی من رفتم داخل دفترش که شدم، به من گفت که وزیر صاحب وقتی داخل دروازه ارک شدی چند لاند کروزر دیدی که بیرون میشود؟ من راستیم بسیارم استثناییم، من چندین لاند کروزر بود که یک از پشت دیگه بیرون میشود. من گفتم رئیس صاحب من یک 15 تا لاند کروزر دیدم که بیرون میشود. با من گفت میفهمی که این لاند کروزر ها کی بود بینشان؟ من گفتم نمیدونم که از کجا بفهمم. با من گفت که بشار دوست صاحب سفیر آمریکا آمده بود، از سازمان ملل آمده بود، از رهبرای جهادی بود، از رهبرای چپی به اصطلاح بود، از تکنوکرات ها بود، کلش آمده بود، از خودش شکایت داشت که چرا این جوها رو منحل کرده. گفتم من گفتم رئیس بال این جوها کازینو نیست. با من میگه بشار دوست صاحب خودت میفهمی کازینوست، به خاطر اینکه گزارش تهیه کرده برید اینا، کلشون سفارت ها اینجای خود داره، تمویل میکند، برایشان کار میکند، رهبرای جهادی و چپی و تکنوکرات به نام بچه کاکا و بچه مامای خود اینجا ساخته، چون منبع درآمد است، مثل شرکت های ساختمانی ساختن. بنابراین آقای کرزی گفت ممکن نیست که من امضا کنم قبول کنم این تصمیمی که شما گرفتی. بنابراین بعدا آقای امید کرزی چندین چوکی رو به من پیشنهاد کرد، اما من گفتم که رد کردم به خاطر که کار نمیشود. اینها هم امارات ها که آمدن بخاطر از اینکه او را قبول بکنید، به خاطر وقتی که ما تصامیم بنیادی اساسی به نفع ملت بگیریم، این تصامیم منافع شخصی کلانای کشور را اول در خطر میندازد و دوم منافع کشورهای همسایه و دنیا را به خطر میندازد. مثلا اینجوی ایرانی که من منحل کردم، خب او ایرانی از اینجو که هم منبع اخبار بریش است، هم منبع تبلیغ برایش است، یا مثلا اینجوی فرانسوی، اولین اینجوی که منحل کردم فرانسوی بینانه مثال، اینها محروم میشن از یک وسیله. بنابراین وقتی که مارتون پیشنهاد کرد، من رد کردم، به خاطر که گفتم اولین که از نظام سابق شما یک فرد آمیر هم نگیرید، به خاطر که شما را به فساد سوق میدهد. و متاسفانه امروز تجربه من ثابت شد که دقیقا ماینایی که نگاه کردن، مدیرها و رئیسایی که نگاه کردن، مشاورینی که را نگاه کردن، هر روز در هر جایی که من میروم با من میگویند بشار دوست صاحب، مثلا امروز در یک جای رفته بودیم، یک چار افتتاح کردیم از پولی وطن دوستان که از خارج کمک روان کردن، این درخت ها خشک شده، مرکز علمی است، میگویم چرا در دو سه چار سال شما این چار، با من رئیس میگوی رئیس اداره که آمده مولوی است، مولوی امر میده قاطی که چاه حفر شود، مشاورین چونمون مشاورانی سابق است از جمهوریت است، فاسد میرن مولوی رو میترسونن که این نمیدونم فلان منبع فلان جای فلان جای، هزار دلیل وخ نمیفهمه او مولوی تجربه اداری نداره، منجمند نخونده، هیچ چیز نمیفهمه. امروز که تقریبا مامورین پایین رتبه امارت که آلوده شدن، دقیقا به خاطر که مشاورینش، مدیرایشان، رؤسایشان، معینایشان از همان نظام سابق است که فاسد هستند. اونم ویروس است 100 درصد که امروز اینا را پخش می شود. و دوم من گفتم که من معتقد نیستم که شما برای حکومت کردن آمدین یا خدمت کردن، چون یکی حکومت کردن است که یک رای جدا داره، یکی خدمت کردن است یک رای جدا داره. اگر ما خدمت کنیم باید از جان و مال خود بگذریم، قربانی بدهیم، بالای نفس خود تسلط داشته باشیم، ما باید از لان کروزر، از کاخ، از ماش لکی بگذاریم تا مردم اعتماد کنند، باور کنند که نفر آمده برای خدمت. و به عنوان مثال
اگر ما، اگر من به عنوان مثال وزیر باشم و مسئولیتی مهم داشته باشیم در بخش اقتصادی، اولین کاری که من شاید شروع کنم این است که بند بزرگ بالای دریای کنر سر دست بگیرم، بالای دریای هلمند سر دست بگیرم. پدر کس در کشور تالی جرأت کار نکرده، بخاطر که حتی رئیس جمهور ایران علنا تهدید کرد که در زمان جمهوریت و بعد که مسئله آبی افغانستان مسئله امنیت ماست، و رئیس اردوی پاکستان واضح و سریع گفت که آب افغانستان برای ما منبع حیاتی است. بنابراین فکر میکنم که هنوز ما، من معتقد نیستم که بتانیم در کشور خدمت کنیم و هیچ گونه محدودیتی و جز محدودیت الهی ما نداشته باشیم. ببینین سلامت باشین از اینکه وقت دادین بر ما، واقعا بزرگوار هستین، دوست داریم که بیشتر همراه شما داشت بسیار خوشحال صحبت بکنیم. بخیر باشین، سلامت باشین. تشکری خاص میکنم از شما دوستای عزیز که تا این دم مرا بیننده بودین. تا دیدار بعد که من این مهرزای در خدمت شما حاضر میشم، شما رو به خداوند یکتا میسپارم. شاد خورم، زندگی آرام و سلامت داشته باشین. تشکر از شما.